این روزها مدام واژه‌هایی مثل ناترازی بانکی به گوش ما میرسه و میشنویم که در صدد اصلاح ساختار نظام بانکی هستند. اما ناترازی بانکی چیه و به چه شکلی خودش رو نشون میده؟ نکته‌ای هست که احسان طاهری از تحلیلیه فردای اقتصاد میخواد درباره اون صحبت کنه و اینکه ناترازی بانکی رو ما چطور میتونیم رصد کنیم. سه تا نشونه هستش که از طریق اونها ما میتونیم ببینیم که بانک‌ها در چه وضعیتی قرار دارن و آیا ناتراز هستند یا خیر. مورد اولی که ما اینجا بهش اشاره میکنیم بحث اضافه برداشت بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزیه که همونطوری که ما مشاهده میکنیم در دی ماه سال 1400 عددش بوده 175 هزار میلیارد تومان، اما همونطوری که شاهد هستیم این عدد توی دی ماه امسال به 307 هزار میلیارد رسیده که بیش از 73% افزایش رو نشون میده و در واقع یکی از علائم ناترازی بانک‌ها هستش. اما مورد دومی که توی بحث ناترازی بانک‌ها میشه بهش اشاره کرد اینه که اونها توی عملیات بازار باز چقدر دارن سفارش ارسال میکنن و تقاضای نقدینگی از بانک مرکزی دارن. همونطور که مشاهده میکنید تقاضای بانک‌ها توی عملیات بازار باز در ابتدای سال گذشته در حوالی 100 همت و حتی کمتر بوده، اما این عدد در ابتدای امسال به بیش از 150 همت رسیده و همونطور که شاهدیم عدد بالایی رو نشون میده و در طرف مقابلش بانک مرکزی به میزان کمی به این تقاضاها پاسخ میده و لذا باعث میشه که نقدینگی کمتری به بانک‌ها تزریق بشه. اما مورد سوم بحث نرخ بهره بین بانکی هست که نشون دهنده نرخیه که بانک‌ها از همدیگه قرض میگیرن و معمولا بانک‌هایی که ناترازی بالاتری دارن میرن از بانک‌هایی که ترازشون مثبت هست نقدینگی رو دریافت میکنن. همونطور که مشاهده میکنید در سال گذشته نرخ بهره بین بانکی حوالی 20% بوده، اما این نرخ طی امسال به بیش از 23% و حوالی 23.5% رسیده که این نرخ رو ما از سال 1394 به بعد شاهدش نبودیم و با جزو بالاترین نرخ‌های بین بانکی طی سال‌های اخیره. و در واقع این سه موردی که ما بهش اشاره کردیم میتونه نشانی از این باشه که بانک‌های ما در حال حاضر ناتراز هستند.